سلام بیننده های عزیز، امید دارم که همتون جور و صحتمند و سرحال باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین. عزیزان دل، باز هم ما محنور نعیمی در خدمت شما دوستای خود قرار گرفتیم. دوستای عزیز، امروز خیلی یک برنامه جالب دارم که مرا پیش از که برنامه شروع کرد خیلی زیاد خنده گرفت و خیلی زیاد خنده کردیم. خب یعنی گیتی جان، ما در عموم ما دختر خانم‌ها و خانم‌ها کلشان میخواین نه که مرد باشن، و شخصا خود ما میخواییم که مرد. میگم اشتباه میکنی. ای خوب است که زن هستی، خوب است که مرد نیستی. کاش ما زن میبودم. هلو، کاش ما زن میبودم. خب میشه خدا اینکه خب ما معرفی کنی برادر کی هستی، نام چیه؟ والا نه خدا کاش که زن میبودم. چی مشکل داری خدا؟ چی شده؟ چرا گریان داری آله؟ کاش که ما زن میبودم. چرا بیادر جان؟ چی شد؟ بافره مرد بدبخت هستم. کاش که زن میبودم که در جمع شما کت شما میبودم. چی یک مزید؟ آله خب مخ میگه مرد یعنی بسیار قوی میباشه. ما از این لحاظ میگه مرد باشه یعنی قوی میباشه، هر طرف رفته میتونه، تایم و ناتایم دیدن هم میتونه، کار خودم میکنه. مرد بودن اینی خصوصیت دارن و یا غیرت خاص می داشته باشم. من میگم کاش مرد می بودم. اینا تو در زن بودن چی دیدی که میگم من کاش که زن بودم؟ در زن بودن زیاد فایده داره. چی فایده مثلا؟ زیاد فایده داره دیدم که نگیم ای خانه جور کردن، ظرف شستن. اولی که یک مرد کوشش میکنه، درس میخونه، 10 سال، 12 سال، 14 سال، حتی دکترا میگیره. دقیقا. وقتی که دکترا میگیره میره صاحب وظیفه میکنه، خود در هر شرکت، در دفتر، هر ارگان دولتی که میره سیوی خود پیش میکنه، او یک از قصهش نیست. نمیگیره، خدا کنه که از بارش آتش هم بپرنه. خوب لایق لایقترین های ما بیکار است فعلا. ولی یک دختر که هر سال 10 سال حتی هم 2000 باز باشه، یک برای قک سیویره که میبره پیش میکنه مدیر مسئول یا بازو سر چشم مقبول باشه، خوب خوب از سکرتر خود تعیینش میکنه، اونه برش وظیفه میتر کار میکنه. خوب بودن زنده ایز برای می خاطر خیلی تو میخوای زنده به خاطر از اینکه سکرتر یک نفر باشی. نه بدونی ازی مردای بیچاره در سرک را میرن 10 متر به موتر که تو خانه برسه طرف های دیگر رسو میبینی چی حال میباشه، چی وضعیت میباشه. این شاید یک بنده خدا دل رحم نمیکنه که اینم چی کنه موتر را رسال کنه این بیچاره را تا مدار خانه ببره. ولی یک دختر که نه 10 متر نه ضرورت داره که بره تو یک جای 2000 بریزو بیره که میگیره لطفا پارا شوین برسانم کن تا راست میگه پراست میگه دوستا که ما پشت سرش هیده که سری قطار استفاده است به خاطر یک دختر یک سیاسر که نمیدرش تا کجا برسه. این فایده دیگه ایش دیگه فایده مرد بیچاره کاش که زن میبینه. دوست عزیز یک پکینه راست میگن دیگه امام میکنه واسه سرش خوب میره سایستر میزنه بیرون میاد میسار یک کار مار رو یک جای تا یک جای میره تو یک مسیر تا مسیر دیگه میره و میشار کار میداشته باشه پس خانه میره دروازه رو که تک تک میکنه دروازه رو مشتکایی باز میکنه میترسه کاکا کی رو کار داری؟ ولی ازش کاکا نیستم بدای دستم. ولی سیاست صبح کی که میارش میکره چادری رو میپوشه میره بیغم و میشار و میار جایی که کار داره چکر بزنه پس میان چادری رو پارا میکنه فکر میکنی که از آرشگاه ما نباشه. این دیگه خوبیش زیاد خوبی داره زن بودن. ای کاش مثلا میبودن راست میگم دقیقا گلمورا جان ما تو هم چند دفعه متوجه شدیم یعنی شخصا خود ما را وقتی که باید موتر ضرورت هم نداریم مگر بازم موترها با پشت ما قطار استاده است. هر چی که میگیم نمیریم نمیریم ولی بازم رد برد ما میه. این مشکلات واقعا دختر خانم‌ها در یکی از مشکلات گفته میشه. برمی خاطر برمی دلیل شده که تو میخوایی زن باشی دیگه فایده زن بودنی نیست. یک زن میره پیش خارخوندهش درد دل میکنه خارخوندهش برای تو تسلیت میده که برو خدا مهربان است دلش آرام میکنه تسلیت میده برو دلی میده برش. ولی یک مرد بدبخت که میره پیش یک برادر خواندهش یک رفیقش درد دل میکنه میگه بی غیرت چی مرد هستی با اینمی روز بد پیدا شدی صبر داشته باش حوصله داشته باش او از او بد بتر میکنه. و دیگه خوب بودن سعی کنه کشور ما بسته یک وزارت به نام زن است اصل نیست ولی با مرد چیزی چیز هیچ چیز مرد نداره ای کاش که مزر می بودم یک مرد میشه یک دختر رو بیزره بیزره رو بکنه که بگه به غیرت به مرد تو بالا شدی یک دختر رو زدی دست سر دختر بالا که دیره بندی می و اگر دختر رو خیزم مرد رو بزنه باز کل اگه می خیزه در جانت میگه بی غیرت فست بی شرف تو هیچ غیرت نداشت یک دیگه نکه یک دختر خیز ترزه در هیچ حالت ما روز نداره بای کاش که بازار میبوده از این مرد بودن چیز بده تمام کاش که بازار میبوده
دیگه گلموره مجموعتونم میگیم که ای کاش ما مرد میبودیم. دقیقا کاش که ما زن میبودم. فایده دیگهش یک زن در خانه چقدر سر شوی شوی خود سر بیادر خود سر بیادر خود ناز میکنه. مردا سالا یک پتلون نمی پوشه و اونم رو پوشیده میره در روسی هم کتش میره دفتر هم میره کار هم میکنه در مرده و زندگی خود میره. ولی زنا هفته یک بار لباس نو میگیره. در یک عروسی که سه جور لباس می پوشه تبدیل میکنه شیر خوری و عروسی و کیک خوری در روسی دیگه او رو نمی پوشه. این نازواردن سعی که مردم مردا چقدر نازه دخترها رو میبرداره زنها رو میبرداره. کاش که مزن میبرد هرگز فریب مرد خوردن رو نخوره. شکر بکشین که زن هسته نه کاش ما هم زن میبودم. حالا خوب میدین که چقدر شما قابل قدر هستین در این جامعه خصوصا در افغانستان. جهانی ها میگه که در کشور افغانستان حقوق زن پایمال است. ولی نه کجا پایمال است. حقوق مرد پایمال است. کجا بریم کجا عرضه کنیم به کیپ دان خدا باز کنیم که این مردها چی حال روز دارن. ما میگیم در کشور افغانستان حقوق زنا با برجاست. حقوق مردا زیر پای است. ولی خدا کاش که ما زن میبودیم. خدا با روزیتان برسانیتان خوب از زن دل. قسمی که برنامه ما را دیدین که یک پسر یک بچه خیلی زیاد شکایت داشت به دلیل از اینکه خیلی زیاد مشکلات داشت، راز دل کردن نمیتونست، گریه کردن نمیتونست، ناز کردن نمیتونست، خیلی کارا کردن نمیتونست. دوست عزیز بیاین تا این فرهنگ از بین ببریم که همیشه فقط یک جانب مقابله، همیشه بگیم تو همیشه تو هستی و خواسته های از او را برآورده کنیم. نه، مردم خواسته های زیاد داره، اما قدر که یک دختر خانم خواسته های زیاد داره، میخواد لباس خوب بپوشه، خوراک خوب کنه، با بهترین ها نشست و برخاست کنه، بهترین جایا بره. مردم همی حق داره و مردم همی را میخواه که بهترین جایا بره و بهترین زندگی را داشته باشه. پس بین از حقوقشان دفاع کنین و وقتی که یک مرد گریه میکنه نگوین که تو یک مرد هستی نباید گریه کنین. مرد هم دل داره، مردم میتونه گریه کنه، مردم چون کسی است که تمام بار دوش یک فامیل 6 نفره، 7 نفره، حتی 12 نفره به دوش یک نفر است. پس او را درک کنید دوستا، چون او هم خیلی درد داره، خیلی مشکلات داره، به تنهایی خود میتونه یک فامیل تمام شه جور کنه بسازه. ما نمیگیم که دختر خانم ها خدای نخواسته هیچ مشکل نداره، هستن، اما حداقل وقتی که میتونن با یک ناز کردن سر شوهر خود همه چیز به خود، سر بیادر خود، سر پدر خود، همه چیز به خود فراهم کنن. میتونن که لباس خوب بپوشن، خوراک خوب کنن، بهترین جای برن، با این کارا میتونن دل خود نشاط کنن. اما پسرا و آقایان نمیتونه که با این گپا با این کارا دل خود شاد کنه، چون نام ضرورت داره وقتی که چیزا بشن اختیار شوه مساحه شوه اونا میتونه شاد باشه. پس بین شوهرایتان دوستای عزیز، بیادرایتان، پدرایتان زیاد قدر بتین، زیاد دوست داشته باشین، بچان احترام کنین. من خود یک دو دانه بیادر دارم، دو دانه اونا رو خیلی زیاد دیگه بعد از این ناز میتونم، تا حالا خیلی ناز دادم و بعد از این هم که وضعیت این رو دیدم کوشش میکنم که زیادتر اونا رو ناز بدم، زیادتر به گپایشان گوش کنم، به ضروریاتشان گوش کنم و اونا رو زیاد درک کنم. پس گلموره جان تو هم همی کار کنی خب؟ پس به نظر من بهتر است که همی دختر خانم ها و زنها در جای خود باشن، زن بودن خود قبول کنن و بچه ها و آقای ها و مرد ها کسر اما جایگاه خود حفظ کنن و حقوقشان رو بین دوست عزیز ما مساوی بسازیم. وقتی که خداوند بر ما این جایگاه داده که ما باید یک دختر باشیم و او یک بچه باشه، وقتی که جایگاهشان مختلف است پس به این معنا نیست که حقوقهایشان هم مختلف باشه. نی، وقتی که او کار میکنه خسته میه، پس فرض ماست که ما ناز اونا رو بردانیم، بشن بهترین غذا رو جور کنیم، لباسشان هم مکمل به وقتش جور کنیم، همه چیزشان قسم که اونا همه چیز در اختیار ما میمانه، ما همه چیز در اختیارشان باریم و بهترین زندگی را داشته باشیم. پس ما برنامه خود به اینجا با پایان میتیم. از زن دل خدا کنه از گپای ما ناراحت نشده باشین و طبق گپای ما عملی کنین و کسایی که در عضو فامیلتان است اونا را دوست داشته باشین تا برنامه های بعدی که ما اقسم مشکلات می داشته باشیم تا با گوش شما و مسئولین برسه. همیشه برنامه های ما رو دنبال کنین، چینل ما رو لایک کنین، سابسکرایب کنین، کومنت بتین، نظریات نابتان رو همراه به شریک بسازین و همچنان فراموش نکنین که مشکلاتتان همراه ما در کومنت شریک ساختن تا ما برای شما در روی از روی یک برنامه بگیریم و همگی به گوش همگی برسه.